سلام به همه فوتوفنی های عزیز حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ با یه ویدیو یه آموزشی خفن در خدمتتون هستیم همین اول کار بگم که لایک و سابسکرایب کانال ما یادتون نره بریم سراغ آموزش این دستگاهی که میبینین دو تا سوکت داره یکی مثبت و خب طبیعتا اون یکی هم منفی شما علاوه بر این دستگاه باید دو تا کابل هم داشته باشین یک کابلی که به سر اون انبر و یکی دیگه هم کابلی که سرش گیره میخوره در سوکت قطب مثبت کابلی که انبر به اون وصله رو وصل میکنیم و در سمت منفی هم اون که یه سرش گیره داره به این کابل میگن کابل اتصال بعد از وصل کردن کابل ها تصویر نهایی به این شکله خب تا اینجا یه کار یاد گرفتیم که چطور کابل انبر و کابل اتصال رو به دستگاه جوشکاریمون وصل کنیم یه نکته مهم اگه جای کابل انبر و کابل اتصال رو برعکس به دستگاه متصل کنیم چه اتفاقی میفته جای هیچ نگرانی نیست اگر جای کابل ها رو هم عوض کنیم هیچ اتفاقی نمیافته. باز هم میتونیم جوشکاری کنیم البته بهتره که هر کدوم از کابل ها رو در جای درست خودش متصل کنیم. و در آینده در مورد جابجایی جایی کابل هم توضیح میدیم بهتون. خب بعد از متصل کردن کابل ها نوبت به روشن کردن دستگاه میرسه. بعضی از دستگاه های جوشکاری یک کلید دارن جلوی دستگاه برای روشن کردن و بعضی دیگرم پشت دستگاه که نمونهش رو در تصویر میبینیم. با استفاده از این کلید و یا دکمه دستگاه رو روشن می کنیم. خب اگر دستگاهمون سالم باشه و مشکلی نداشته باشه این دستگاه آماده جوشکاریه. کابل اتصال همون کابلی که یه سرش گیره داره اونو به قطعمون متصل میکنیم خب اگه دستگاهتون قدیمی باشه ممکنه که کابلتون گیره نداشته باشه بعضی از دستگاه ها انقدر ازشون کار کشیدن و نابودش کردن که در داغون شده و بعضی از قطعاتشون خراب شده و از بین رفته اگه کابلتون گیره نداشت هیچ مشکلی نداره میتونید نوک سیم رو به قطعه متصل کنید تا اتصال برقرار بشه نکته مهم اینه که وقتی کابل گیره داشته باشه باعث میشه تا خیلی محکم و سفت کابل اتصالمون به قطعه وصل بشه و ارزش نداشته باشه اگه کابل اتصال محکم متصل نشه باعث میشه کابل اتصالمون خیلی زود داغ بشه پس اگر کابل اتصالمون گیر نداشت سعی کنید نوک سیم رو به قطعه کار وصل کنید و روش یه آهنی چیزی بذارید تا تکون نخوره و به خوبی اتصال رو برقرار کنه خب حالا کابل انبر رو بر می داریم و یک الکترود لای انبر قرار میدیم فقط دقت داشته باشین که الکترودمون یا همون سیم جوش که برای این کار انتخاب کردیم قطرش 3 یا 2 میلی باشه خب چرا الان بهتون میگیم عجله نکنین برای اینکه الکترودها با زخامت بالاتر بیشتر مواقع در کارهای صنعتی استفاده میشن و ما فقط قصد داریم 4 تا خال یا یه جوشکاری کوچیک در خونه یا محل کار خودمون انجام بدیم و در کل همین الکترودهایی که گفتم برای کار ما کافیه خب مهندس های عزیز قبل از جوشکاری نکته خیلی مهم دیگه اینه که ماسک مناسب داشته باشیم حالا ماسک به چی میگن ماسک های کرونا رو نمیگم نه این تصویری که میبینید ساده ترین ماسکیه که میشه تو بازار پیدا کرد و برای این کار مناسب ترین گزینه است حالا شروع میکنیم به جوشکاری تو یه دست انبر و در دست دیگه ماسک رو میگیریم آمپر دستگاه رو بین 50 تا 70 قرار میدیم عکس اول رو اگر ببینین یه کلید داره که میچرخه با اون میتونیم آمپر رو بالا پایین کنیم انبر رو به قطعه کارمون نزدیک میکنیم اینجا دیگه مهمترین بخش کارمون به حساب میاد یعنی خیلی مهمه خیلی ظریفه با اتصال الکترود به قطعه کارمون جوشکاری شروع میشه البته به این راحتی ها نیست و چند تا نکته رو بایستی رعایت کنیم اول اینکه فاصله مناسب نوک الکترود با قطعه کارمون اگر خیلی زیاد باشه الکترودمون زوب میشه و پاشیده میشه به اطراف و ممکنه قطعه کارمون رو هم سوراخ بکنه و حتی کفش خودمون لباس خودمون و حتی خودمون رو دوم که اگر خیلی نزدیک به قطعه کارمون باشه و رو قطعه کارمون فشار بیاریم الکترود به اون قطعه میچسبه که باید خیلی سریع از قطعه جداش کنیم تا دستگاهمون فشار نیاد روش و خدایی نکرده نسوزه که خیلی گرونه پس فاصله مناسب دو الا سه میلیمتره یعنی وقتی اتصال برقرار شد و قوسمون روشن شد مناسب بترین ترین فاصله میتونه دو تا سه میلیمتر از نوک الکترود تا قطعمون باشه نکته خیلی 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 مهم موقعی که دارین جوشکاری میکنین و بین الکترود و قطعمون قوس برقراره مستقیم به این عمل یا همون نوری که داره اتفاق میفته نگاه نکنین فقط و فقط به این نور که از جوشکاری حاصل شده از داخل ماسک نگاه کنین ولو در حد یکی دو ثانیه اگر جدی نگرفتین و گفتین آقا ولش کن چه کاریه ما خودمون نگاه میکنیم ما این کاریم و یه لحظه موقعی اتصال الکترود به چشمتون خورد و چشمتون سیاهی رفت و به حالت عادی برگشت عواقب کار رو بعداً خواهید دید کجا اگه اولین بارتون جوشکاری میکنین چنین صحنه ای براتون پیش اومد و نصف شب از خواب بیدار شدین و احساس کردین تو چشمتون چیزی مثل شن ریختن و نتونستین چشمتون رو باز کنین و از درد چشم اشکتون در اومد نگران نباشین باید تحمل کنین خودش تا صبح درست میشه اگرم خیلی با شدت چشمتون رو به اصطلاح برق زده باشه ممکنه یکی دو روز هم طول بکشه تا به حالت عادی برگرده دمتون گرم که همراه ما بودین باز هم میگم لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه منتظر کلیپ های خفن بعدیمونم باشین